سلام عرض کنم خدمت شما به برنامه ای از من تعلیم یابید خوش آمدید و امروز میخواییم از کتاب از من تعلیم یابید درس 13 و بخونیم که عنوان درس هست غسل تعمید میخوایم غسل تعمید رو امروز یاد بگیریم و ببینیم که هدف از غسل تعمید چی هست موقعی که یه شخص مسیحی میشه نجات پیدا میکنه از کجا باید شروع کنه اولین قدم غسل تعمیده یه شخصی که مسیحی میشه باید اولین کاری که میکنه تعمید بگیره تا نشون میده که از خداوند اطاعت میکنه تقریبا همه ادیان همه مذاهب یه جورایی غسل تعمید دارن یه جورایی تهارت دارن که با آب خودشونو میشورن غسل میدن که با این کار نشون میدن که مثلا تهارت گرفتن از گناهانشون پاک شدن چرا خداوند ببینیم توی کتاب مقدس به ما عبد میکنه که غسل تعمید بگیریم چرا همچین فرمانی خداوند به ما داده به خاطر اینکه غسل تعمید اولین عمل اطاعت در خدمت به خداونده یعنی اولین اطاعتیه که خداوند از ما میخواد میخواد که با تعمید گرفتن نشون بدیم که شروع ایمان ما با اطاعته میگیم چشم خداوندا تو گفتی که تعمید بگیر من تعمید خواهم گرفت باید از اول اطاعت کردن رو یاد بگیریم حتی عیسی مسیح خودش قبل از اینکه خدمت خودش شروع کنه با تعمید خدمتش رو شروع کرد رفت پیش یحیای تعمید دهنده و از یحیای تعمید دهنده تعمید گرفت در متا باب سه اینو میخونیم آیه 13 تا 17 یا آنگاه عیسی از جلیل به اردن نزد یحیی آمد تا از او تعمید یابد اما یحیی او را من نموده گفت من احتیاج دارم که از تو تعمید یابم و تو نزد من میایی عیسی در جواب وی گفت الان بگذار زیرا که ما را همچنین مناسب است تا تمام عدالت را به کمال،, به کمال, رسانیم پس او را واگذاشت اما عیسی چون تعمید یافت فورا از برآمد که در ساعت آسمان بر وی گشاده شد و روح خدا را دید که مثل کبوتری نزول کرده بر وی می آید آنگاه خطابی از آسمان در رسید که این از پسر حبیب من که از او خوشنودم از این ایسای مسیح از یهیا تعمید گرفت ت... یهیا نخواست که تعمیدش بده گفت خداوندا من باید از تو تعمید بگیرم تو از من میخوای تعمید بگیری و ایسای مسیح گفت بذار چنین باشه و این کار کرد تا برای ما نمونهای بذاره تا ارگو باشه برای ما که ما هم تعمید بگیریم که ما هم از خداوند اطاعت کردن رو یاد بگیریم از خداوند اطاعت کنیم و در متا 3 آیه 13 تا 15 میبینیم واضحه که عیسی مسیح در اطاعت به اهداف خدا قصد تعمید گرفت در اطاعت از اه اهداف خداوند عیسی مسیح تعمید گرفت در آیه 15 اگه دقت کنید ایسا در جواب یحیی گفت الان بگذار زیرا که ما را همچنین مناسب است تا تمام عدالت را به کمال رسانیم گفت برای من مناسبه که تمامی عدالت تمامی شریعت را به جا بیارم عیسی مسیح برای اینکه از اهداف خداوند اطاعت کنه تعمید گرفت پس ما هم باید از اهداف خداوند اطاعت کنیم و اولین قدم باید تعمید بگیریم چون عیسی تعمید گرفت ما هم باید تعمید بگیریم پس باید تسلیم خدا بشیم از خداوند اطاعت کنیم در این باره و تعمید بگیریم و شخصیت های دیگر کتاب مقدس هستش که بعد از نجات قصد تعمید گرفتن شخصیتی مثل سرای هبشی در اعمال باب 8 آیه 36 تا 39 اگه باز کنید بخونید ببینیم حبشی رفته بود توی اورشلیم که خدا رو پرستش کنه این خزاندار حبشی بود اومده بود اورشلیم که میخواست خدا رو پیدا کنه میخواست خدا رو پرستش کنه که معیوس و ناامید برمیگشت به سمت خونش چون نتونست خدا رو پیدا کنه و بعد فیلیپوس بهش ظاهر شد و بهش بشارت داد و ایمان آورد و موقعی که ایمان آورد سریع تعمید گرفت در اعمال باب 8 آیه 36 تا 39 می میگه و چون در عرض راه به آبی رسیدند خاجه گفت اینک آب است از تعمید یافتنم چه چیز مانعی میباشد؟ فیلیپوس گفت هرگاه به تمام دل ایمان آوری جایز است او در جواب گفت ایمان آوردم که عیسی مسیح پسر خداست پس حکم کرد تا عرابه را نگاه دارند و فیلیپوس با خاجسترا هر دو به آب فرود شدند پس او را تعمید داد و چون از آب بالا آمدند روح خداوند فیلیپوس را برداشته خاجسترا دیگر او را نیافت زیرا که راه خود را به خوشی پیش گرفت زیرا راه خود را به خوشی پیش گرفت موقعی که تعمید گرفت شاد شد خوشحال شد چرا چون نشون داد که از خداوند داره اطاعت میکنه و موقعی که از خداوند اطاعت میکنی خوشحال میشی وجدانت پاک میشه و میدونی که از خداوند اطاعت کردی و میتونی جلوی خداوند بیستی با اعتماد به نفس چون میدونی که اطاعت کردی از خداوند پس میبینیم این شخص ایمان آورد به عیسی مسیح و بعد تعمید گرفت نمونه دوم در کتاب مقدس پولس رسول در اعمال باب نه آیه 18 پولس یه شخص یهودی بود فریسی بود از تایفه بنیامین موقعی که میرفت دمشق در راه دمشق بود که میخواست بره به شهرهای مختلف به دمشق میرفت که مسیحیان رو بگیره دستگیر کنه بندازه توی زندان و بکشه که این کارو میکرد مسیحیان رو شکنجه میکرد در طول این راه خداوند عیسی مسیح بهش ظاهر شد و این روی اسب بود یهو یه ها دید که یه نوری از آسمان درخشید و این خرد زمین گفت خداوندا تو کی هستی گفت من همون هستم که به من جفا میرسونی گفت خداوندا من کی به تو جفا رسوندم و عیسی مسیح گفت که هر کدوم از مسیحی ها رو که جفا میرسونی انگار منو جفا رسوندی گفت چیکار باید بکنم خداوندا گفت برو به تو گفته خواهد شد که چه کار باید بکنی و این رفت و خداوند به هنانیا ظاهر شد هنانیا یه یهودی بود که اونم مسیحی شده بود و خداوند به هنانیا گفت که بره دستاشو بذاره به چشمای پولس رسول و شفاش بده چون موقعی که پولس خدا رو دیر در عرض راه دمشق خورد زمین و کور شد سه روز نابینا شد و هنانیا رفت دستشو گذاشت روی چشمان پولس رسول و دعا کرد براش و پولس رسول بینایی خودشو به دست آورد و و بلند شد سری رفت غصه تعمید گرفت در اعمال باب نه آیه 18 اینو میخونیم اعمال باب نه آیه 17 و 18 رو بذار بخونم پس هنانیا رفته بدان خانه درآمد و دستا بروی گذارده گفت ای برادر شاول خداوند یعنی عیسی که در راهی که می آمدی بر تو ظاهر گشت مرا فرستاد تا بینایی بیابی و از روح القدس پر شوی در ساعت از چشمان او چیزی مثل فلس افتاده بینایی یافت و برخواسته تعمید گرفت بینایی خودش رو به دست آورد و برخواست و تعمید گرفت این پول رسول نجات پیدا کرد شفا پیدا کرد و بعد تعمید گرفت زندانبان فیلیپی یه زندانبان بود که موقعی که پولس توی زندان افتاده بود این زندانبان بود دم دروای میستاد که نگهبانی کنه موقعی که پولس رسول با سیلاس دوتایی توی زندان افتاده بودن اینا شبانه به جای اینکه ماتم بگیرن گریه کنن که توی زندان افتادن اینا شاده میکردن سرود میخوندن برای خداوند و جلالش میدادن خداوند رو و بعد این شخص و موقعی که سرود میخوندن یهو در زندان باز شد زنجیر از دستاشون افتاد و بعد زندانبان بلند شد خوابیده بود دید که در زندان بازه و خواست که شمشیر رو برداشت که خواست که خودش رو بکشه چون یه نگهبان زندان در زمان رومیان اگه دقت توی کارش نداشت اگه زندان اگه فرار میکردن این زندان باید باید کشته میشد و میدونست که این کشته خواهد شد دید که در زندان باز فکر کرد که زندانیان فرار کردند و میخواست که شمشیر رو بزنه پولس گفت دست نگهدار ما اینجا این فرار نکردیم به خودت آزار نرسون و بعد این افتاد تعظیم کرد گفت گفت چکار باید بکنم که نجات پیدا کنم و پولس رسول گفت به خداوند عیسی مسیح ایمان بیار و نجات خواهی یافت و این شخص ایمان آورد به عیسی مسیح و نجات پیدا کرد و کتاب مادست میگه که در اعمال باب 16 آیه 25 تا 33 میخونیم که میبینیم این شخصم تعمید گرفت بس میبینیم سرای حبشی تعمید گرفت بعد از نجات پولس رسول بعد از نجات تعمید گرفت زندانبان فیلیپی بعد از نجات تعمید, تعمید گرفت بس میبینید که تعمید بعد از نجات میاد هدف از غسل تعمید چیست؟ میخوام ببینیم چه هدفی داره این غسل تعمید چندین نوع از غسل تعمید در کتاب مقدس ذکر شده در هر مورد تعمیدی که به صورت فیزیکی انجام میشه میریم توی آب تصویری از تعمید روحانیه در رومیان باب 6 آیه یک تا هفت رو میتونیم بخونیم که اینجا میبینیم یه تصویری از تعمید روحانیه یعنی چی؟ میتونیم اینجا بخونیم رومیان باب 6 آیه یک تا هفت میگه پس چه گوییم آیا در گناه بمانیم تا فیض افسون گردد چه گوییم آیا در گناه بمانیم میگه گناهان ما در عیسی مسیح بخشیده شده پس ما آزادیم یعنی چه گناه بکنیم چه گناه نکنیم ما همه گناهان ما در گذشته حال و آینده بخشیده شده روی دوش عیسی مسیح بود گناهان ما و عیسی مسیح برای تمامی گناهان ما مصلوب شد نه نصف گناهان ما پس اگه اینجوریه آیا باید گناه بکنیم چون هیچ تأثیری نداره ما میریم به هش با ایمان به عیسی مسیح جهنم که نخواهیم رفت آیا گناه بکنیم میگه پس چه گوییم آیا در گناه بمانیم تا فیض افسون گردد هاشا یه مایانی که از گناه مردیم چگونه دیگر در آن زیست کنیم ما نسبت به گناه مردیم چجوری میتونیم به گناهان خودمون ادامه بدیم در آن زیست کنیم یا نمیدانید که جمعی ما که در مسیح عیسی تعمید یافتیم در موت او تعمید یافتیم ببینیم اینجا تصویری از یه تعمید روحانیه اون تعمید فیزیکی توی آب اینجا میگه ما جمعی ما در مسیح عیسی تعمید یافتیم در موت او تعمید یافتیم انگار موقعی که عیسی مسیح مرد دف شد انگار ما مردیم ما نسبت به مرگ عیسی مسیح تعمید یافتیم یعنی ما هم مردیم عیسی مسیح برای گناهان ما مرد ما هم برای گناهان خودمون مردیم آیه چهار پس چون که در موت او تعمید یافتیم با او دف شدیم تا آنکه به همین قسمی که مسیح به جلال پدر از مردگان برخاست ما نیز در تازگی حیات رفتار نماییم پس همانطوری که میگه عیسی مسیح دف شد و از مردگان برخاست یا توی قبر نموند عیسی مسیح سه روز بعد از مردگان زنده شد میگه به همین نوع هم باید ما هم در تازگی حیات رفتار کنیم باید زندگیمون رو از نو شروع کنیم زندگی تازه بدون گناه باید با روح القدس پر بشیم و همیشه با روح خداوند زندگی کنیم و موقعی که با روح القدس پر میشی مسلمه که اسیر شیطان نمیشی و تسلیم گناه نمیشی بلکه ادالت رو به جا میاری پس میگه تصویری از تعمید روحانیه قصد تعمید آیه پنج میگه زیرا اگر بر مثال موت او متحد گشتیم هر آینه در قیامت وی نیز چنین خواهیم شد زیرا این را میدانیم که انسانیت کهنه ما با او مصلوب شد تا جسد گناه معدوم گشته دیگر گناه را بندگی نکنیم پس میمین عزیزان قصد تعمیدی که ما میگیریم توی آب یه نماده یه تصویری از تعمید روحانیه یعنی چی؟ یعنی عیسی مسیح که مرد انگار من مردم اون دف شد انگار من دف شدم توی نسبت به گناهانم و موقعی که عیسی مسیح از مردگان زنده شد انگار من از مردگان زنده شدم من توی گناهانم مرده بودم ولی با عیسی مسیح زنده شدم و پس میبینیم نماد و تصویری از مرگ دفت و رستاخیز عیسی مسیح غسل تعمید غسل تعمید نمادی از مرگ دفت و رستاخیز عیسی مسیح و همچنین قصه تعمید هدف از قص تعمید نه تنها نمادی از مرگ دف و رستاخیز عیسی مسیح بلکه شهادتی برای نوع ایمان در منظر عموم که هویت او را با مرگ دف و رستاخیز عیسی مسیح شناسایی میکند همانطوری که این شخص نجات پیدا میکنه شخصی که به عیسی مسیح ایمان میاره نجات پیدا میکنه و میاد در جلوی مردم تعمید میگیره که شهادت بده به مردم که بگه که من مسیحی شدم من نجات پیدا کردم مردم که نمیدونن این شخص نجات پیدا کرده چون نجات ایمان قلبیه کسی نمیتونه قلب شما دل شما رو بدونه و ببینه که ببینه آیا شما واقعا ایمان آوردید یا نه انسان ها فقط به ظاهر نگاه میکنند و موقعی که تعمید یه شخص تعمید میگیره اون موقع مردم میفهمن که این شخص مسیحی شده پس که قصه تعمید هدف دومش یه شهادتیه برای نوع ایمان که هویتش رو با مسیحی شناسایی میکنه که نشون میده که این شخص مسیحی شده با تعمید گرفتن ببینیم چه کسی میتونه قصه تعمید بگیره و چه کسی واجد شرایط هستش که تعمید بگیره در اعمال باب هشته که خوندیم که خاجسترهای حبشی تعمید گرفت و میخواست که از فیلیپوس تعمید بگیره گفت اینجا آب است چه چیزی از تعمید گرفتن من مانعه فیلیپوس در باب هشت اعمال آیه سی و هفت فیلیپوس گفت هرگاه به تمام دل ایمان آوری جایز است هرگاه به تمام دل ایمان آوری جایز است چه چیزی واجد شرایط برای تعمید گرفتن یه با تمامی دل باید ایمان بیاری و ببینید چی گفت خاجه سرای بشی او در جواب گفت ایمان آوردم که عیسی مسیح پسر خداست پس حکم کرد تا عرابه را نگاه دارند و فیلیپس با خاجسرا هر دو به آب فرود شدند پس او را تعمید داد فیلیپس که شاگرد عیسی مسیح بود خاجسرای حبشی را تعمید داد چرا چون گفت ایمان آوردم با تمامی دل ایمان آوردم که عیسی مسیح پسر خداست پس شرایط برای قصد تعمید گرفتن اینه که باید با تمامی دل نه نصف دل باید کلن خودتو تسلیم عیسی مسیح بکنی باید مذهب و بذاری کنار باید از گناهان توبه کنی و فقط و فقط عیسی مسیح به عیسی مسیح ایمان بیاری چون تنها یه راه هستش برای ای رفتن به بهشت راه دیگه ای نیستش باید بگی بدونی که عیسی مسیح خداست که برای گناهانتو تو مر روی صلیب و از مردگان زنده شد و بگی خداوندا منو نجات بده من با تمامی دلی ایمان آوردم که تو پسر خدایی همون خود خدا هستی منو نجات بده و با نام عیسی مسیح نجات پیدا میکنی و بعد شما واجد شرایط هستید صلاحیت دارید که تعمید بگیرید شاید بپرسید که آیا یه طفل یه نوزاد میتونه قصه تعمید بگیره بعضی کلیسا هستن مثل کلیسای کاتولیک بعضی کلیسای انگلیکن هستن که نوزاد رو آ... تعمید میدند آیا یه طفل میتونه تعمید بگیره چه چیزی آ... واجد شرایط برای تعمید بود در این آیه که خوندیم فیلیپس گفت هرگاه به تمام دل ایمان آوری جایز است آیا یه طفل میتونه با تمامی دل ایمان بیاره که عیسی مسیح پسر خداست آیا یه طفل میتونه با تمامی دل اقرار کنه که گناهکاره و بگه که من گناهکارم من نیاز به بخشش دارم من نیاز به نجات دهنده دارم و عیسی مسیح و ایمان آوردم که نجات دهنده منه روی صلیب برای من مرد یه نوزاد نمی این کارو بکنه یه طفل دو ساله سه ساله نمیتونه این کارو بکنه ولی بعد از چهار سالگی پنج سال به بالا نم یه بچه میتونه شروع کنه که بفهمه و درک کنه که گناه چیه و میتونه شروع کنه که یاد بگیره که عیسی مسیح کیه و بعد از اون میتونه از سن چهار پنج سالگی به بالا میتونه به سن بلوغ برسه و درک کنه و بعد میتونه ایمان بیاره و با ایمان آوردن به عیسی مسیح میتونه تعمید بگیره پس یه طفل یه نوزاد نمیتونه تعمید بگیره باید با تمامی دلش ایمان بیاره بیاره و تنها شرایط قصد تعمید گرفتن نیاز به نجاته حتما باید نجات داشته باشی تا تعمید بگیری اگه نجات نداشته باشی نمیتونی تعمید بگیری و نجات هم در رومیان باب ده آیه نه تا ده اومده که میگه چجوری میتونی نجات پیدا کنی باید اقرار کنی که گناهکاری و نام عیسی مسیح رو بخونی که نجاتت بده ایمان بیاری که عیسی مسیح برای گناهان تو مرد بعد از مردگان زنده شد و نام عیسی مسیح رو بخونی یعنی طلب کنی بگی خداوندا من نجات بده من گناهکارم اگه از ته دل این دعا رو بکنی نجات پیدا میکنی و بعد میتونی تعمید بگیری و نه تنها ایمان قلبی باید بیاری باید اعتراف هم کنی با زبانت اعتراف کنی که عیسی خداونده و نجات دهنده یه. هیچ مورد از گست تعمید در کتاب مقدس یافت نمیشه جز تعمید ایمانداران فقط ایماندارا تعمید گرفتن توی کتاب مقدس کسی بی ایمان باشه کسی مذهبی باشه نمیتونه تعمید بگیری باید نجات داشته باشی تا بتونی تعمید بگیری بعضی مورد میگیم توی کتاب مقدس هستش که اشخاص بلا فاصله بعد از اینکه نجات پیدا کردند تعمید گرفتن این مشکلی نداره میتونی همون لحظه که نجات پیدا کردی میتونی تعمید بگیری یا میتونی بمونی یه خورده بیشتر در ایمان ترش پیدا کنی بیشتر یاد بگیری تا معنی قصد تعمید رو بفهمی و بعد تعمید بگیری این هم هیچ ایرادی نداره و اون دست یه شخصه که کی میخواد تعمید بگیر ولی نباید زیاد عقب بندازه باید هر چه زودتر تعمید بگیره باب 18 آیه 8. می اما کرسپوس رئیس کنیسه با تمامی اهل بیتش به خداوند ایمان آوردند و بسیاری از اهل گورنتوس چون شنیدن ایمان آورده تعمید یافتند میبینیم در کلیسای گورنتوس خیلی ایمان آوردند و همون لحظه تعمید گرفتند پس تعمید بلافاصله و تعمید فوری ایرادی نداره میشین این کار انجام بدی میبینیم روش صحیح انجام قصد تعمید چیست؟ چه روشی صحیحه برای تعمید گرفتن؟ آیا باید داخل آب بریم؟ قوتور بشیم داخل آب تعمید بگیریم؟ یا آیا میتونیم با آب یه خورده آب میتونیم پیشانی اون شخصی که ایمان آورده آب بپاشیم تا تعمید بگیره؟ کدوم مورد درسته؟ در اعمال باب هشت آیه 36 تا 39 خوندیم که خاجه هبشی تعمید گرفت ببین چه چج... چ... کرد ببین تعمید گرفت آیه 38 میگه پس حکم کرد تا عرابه را نگاه دارند و فیلیپس با خواجه سرا هر دو به آب فرود شدن هر دو به آب فرود شدن یعنی هر دو رفتن داخل آب درون آب رفتن پس او را تعمید داد و چون از آب بالا آمدند رو... روح, خداوند فیلیپس را برداشته خواجه سرا دیگر او را نیافت می و چون از آب بالا آمدند به آب فرود شدن داخل آب رفتن و از آب بالا آمدند چجوری تعمیدش داد فیلیپوس خاج سرای هبشی و آیا پیش آب روی پیشانیش چکوند تا تعمیدش بده یا اینکه رفتن داخل آب کتاب مقدس میگه هر دو به آب فروت شدن و چون از آب بالا آمد پس داخل آب رفت و از آب بالا آمد در متا باب سه آیه 16 میخونیم که عیسی مسیح تعمید گرفت ببینیم عیسی مسیح چجوری تعمید این خاجسترهای هبشی بود که رفت داخل آب قوتور شد ببینید عیسی مسیح چجوری تعمید گرفت در متا باب 3 آیه 16 میخونیم میگه اما عیسی چون تعمید یافت فورا از آب برآمد و موقعی که از آب برآمد دید که روح القدس به صورت فرشته به صورت کبوتر عزم میخوام روح القدس به صورت کبوتر برای عیسی مسیح نازل شد و صدای از آسمان اومد که گفت این از پسر حبیب من که از او خوشنودم یعنی اما ایسا چون عیسی چون تعمید یا فرن از آب برآمد داخل آب بود از آب برآمد پس داخل آب بود عیسی مسیح هم در داخل آب غوتور شد پس روش صحیح تعمید گرفتن اینه که باید کاملا بری داخل آب باید دف بشی در داخل آب غوتور بشی چرا؟ چون همونطور که گفتیم غسل تعمید نماده نمادی از مرگ دفت و رستاخیز ایسای مسیحه اگه بخوای یه شخصی رو دفن کنی باید حتما داخل زمین باید زیر خاک دفنش کنی نمیتونی بیرون خاک بذاری یا خاک روی پیشونیش یا روی بدنش نمیتونی بریزی تا, تا دفنش کنی باید زیر خاک باید دفنش کنی زیر خاک و ایسای مسیح هم زیر خاک دف شد توی قبر بود ایسای مسیح و موقعی که تعمید میگیریم باید دف بشیم در داخل آب یعنی باید بریم و ور بشیم در داخل آب چرا چون نمادی از مرگ و دف و رستاخیز ایسای مسیح غصه تعمید و در غص تعمید هنگامی که داخل آب می رویم نشون میدیم که ایمان داریم که ایسای مسیح برای گناهان ما مرد و دف شد و موقعی که آب می بیرون یعنی نشون میدیم که ایمان داریم که ایسای مسیح از مردگان زنده شد و ما هم نسبت به اون گناهانی که داشتیم نسبت به اون شخصی که داشتیم اون اعتقادی که داشتیم اونو دفنش کردیم دفنش کردیم زیر خاک توی آب که بمونه دیگه اون گناه ها دور شد از ما اون مذهب اون دینی که داشتیم عقیدهی که داشتیم دور شد از ما دفن میشیم و بعد عذاب که آیم بالا یعنی نشون میده که ما توی زندگی تازه هستیم یه زندگی نو تولد نو حیا حیات نو داریم در عیسی مسیح هللویا در دوم قرنتیان باب 5 آیه 17 میگه زیرا اگر کسی در مسیح باشد خلقت تازه است چیزهای کهنه درگذشته و اینک همه چیز از نو شروع شده است پس اگه در مسیح هستی عزیز شما اون چیزهای کهنه ای که داشتید عقاید کهنه گناهان کهنه عادات کهنه اون عادت های عادت زشتی که داشتید زندگی اونا درگذشت اینک همه چیز از نو شروع شده زندگی تازه در مسیح شروع کنی با تعمید گرفتن شروع کنی که زندگی تازه در مسیح آغاز کنی و غصه تعمید ببینیم چقدر اهمیت داره آیا غصه تعمید برای نجات یافتن الزامیه آیا باید حتما غصه تعمید بگیریم تا بتونیم بریم بهشت نه کتاب مقدس میگه که با غصه تعمید گرفتن نمیتونیم بریم بهشت نجات فقط از طریق فیض خدا و به وسیله ایمان ماست که میتونیم نجات پیدا کنیم در افساسیان باب دو آیه هشت تا نه اینو میخونیم افساسیان دو 8 تا 9. میگه زیرا که محض فیض نجات یافته اید به وسیله ایمان و این از شما نیست بلکه هدیه خداست و نه از اعمال تا هیچ کس فخر نکند میگه به شما به وسیله فیض فیض خدا نجات یافته اید از طریق ایمانتون به وسیله ایمانتون به عیسی مسیح شما نجات یافته اید میرید بهش و آن از خودتان نیست از خودتان نیست یعنی به خاطر شما نیست که این کار کردید کلیسا رفتید یا تعمید گرفتید یا یا این کار رو انجام دادید میگه این یه هدیه است بلکه هدیه خداست و نه از اعمال میگه نجات یافتن از جهنم رفتن به بهشت یه هدیه است رایگانه با ایمان به عیسی مسیح میتونی هدیه رو دریافت کنیم و نه از اعمال از اعمال نیست از کردار نیک گفتار نیک رفتار نیک نیست. نیستش که ما میتونیم بریم بهشت میگه فقط این فیض خداست که ما مایی که گناهکار بودیم خداوند پسرش فرستاد اومد روی زمین روی سری برای گناهان ما مرد فدیه گناهان ما شد که ما دیگه نریم جهنم ما مجازات نشیم این فیض خداست فیض یعنی بخشش رایگان به شخص نالایق ما لا... لایق نبودیم که بریم بهش ما لایق جهنم هستیم همه ما هر انسانی که اومده روی زمین چه پیامبر چه انسان معمولی همه ما لایق هستیم که بریم جهنم ولی این فیض خداست که ما گناهکارا رو خواست ببخشه و پسرش فرستاد که روی صلیب فدی گناهان ما بشه که ما با فیض خداوند با ایمانمون به عیسی مسیح نجات پیدا کنیم نه از اعمال نه از غص گرفتن عمل یا نه صد درصد من میرم داخل آب این عمل انجام میدم میگم من غصه تعمید گرفتم پس میرم بهشت که تا ماده نه از اعمال من بادا کسی به خود به بالد در متا باب 28 آیه 19 تا 20 میبینیم که غصه تعمید برای خدمت و رشد روحانی الزامیه غصه تعمید برای نجات الزامی نیست ولی برای خدمت و برای رشد روحانی نیازه عیسی مسیح در متا باب 28 آیه 19 و 20 گفت پس رفته همه امت ها را شاگرد سازید و ایشان را به اسم پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید و ایشان را تعلیم دهید که همه اموری را که به شما حکم کرده ام حفظ کنند و اینک من هر روزه تا انقضای عالم همراه شما می باشم آمین پس عیسی مسیح میگه که برید تعمید بدید این کسایی که شاگرد من شدن ایمان آوردن تعمیدش بدید چجوری به اسم پدر پسر روح القدس و بعد تعلیم بدون این چیزهایی که به شما حکم کردم اون احکامی که به شما گفتم بگید که حفظ کنند پس برای خدمت و برای رشد روحانی ما نیازه باید اطاعت کنیم از خداوند عیسی مسیح و نشون بدیم که داریم رشد پیدا میکنیم در ایمانمون داریم اطاعت میکنیم از خداوند دیگه سرکش نیستیم دیگه اون شخصی نیستیم که به خداوند نمیگفتیم هر جوری که دلمون میخواست زندگی میکردیم ما عاشق خداوند شدیم چون خداوند اول عاشق ما شد خداوند ما رو محبت کرد و پسرش فرستاد که برای ما بمیره ما هم میخوایم با تعمید گرفتن نشون بدیم که خدا رو دوست داریم و میخوایم ازش اطاعت کنیم و قبل از اینکه یه شخص تعلیم بیابه که پیر باید ایسای مسیح رو پیروی کنه باید بخواد که خودش رو برای اولین عمل اطاعت از خداوند که قصد تعمیده تسلیم کنه و از خداوند بخواد که بهش این کمک رو بکنه بهش اجازه بده که بتونه هر چه سریعتر تعمید بگیره و اگه شخصی بخواد این اولین اطاعت رو انجام نده مطمئنا در اطاعت های بعدی در فرمان های بعدی که خداوند به ما میده اطاعت نخواهیم کرد پس باید با قصد تعمید شروع کنیم و اطاعت کنیم از خداوند باید شاید بپرسید که کجا باید غصه تعمید باید گرفت کجا باید برید و غصه تعمید بگیرید و از آنجایی که غصه تعمید یک اعتراف عمومیه اعتراف عمومی از ایمانمونه برای عیسی مسیح باید در منظر عموم در کلیسای محلی،, محلی صورت بگیر باید توی کلیسا این عمل انجام بشه تا مردم و ایمانداران ببینن که شما ایمان آوردید به عیسی مسیح و اونجا اعتراف کنید و خیلی هم خوب استش که قبل از اینکه تعمید بگیرید یه دو سه دقیقه یا پنج دقیقه یا ده دقیقه شهادت بدید بگید که چجوری نجات پیدا کردید چجوری راهی کلیسا شدید و چجوری پیام انجیل رو شنیدید و نجات پیدا کردید چجوری عیسی مسیح زندگی شما رو محت... متحول کرد و نجاتتون داد اینجوری اول شهادت بدید و بعد تعمید بگیرید در جلوی مردم تا بدونن که شما مسیحی شدید ولی بعضی موقع شرایط ایجاب نمیکنه. بعضی موقع هستش که مثلا توی ایران شما ایمان میارید و کلیسا نیستش کجا میتونید تعمید بگیرید اگه کلیسای خانگی هستش اونجا میتونید یواشکی تعمید بگیرید اگه اونم نیست میتونید خودتون خودتون رو تعمید بدید آره توی کلیسا باید کشیش معمولا کشیش باید تعمید بده یه ایمانداریو و توسط کشیش شبان کلیسا تعمید بگیره حالا جایی که کشیش نیست توی ایران شرایط استثنایی کشیش ندارید میتونید خودتون خودتون رو تعمید بدید یا برادرتون یا خواهرتون یا نمیدونم پدرتون اون کسی که ایمانداره میتونه شما رو تعمید بده در یوحنا باب 3 آیه 23 میگه و یحیی نیز در اینون نزدیک سالیم تعمید میداد زیرا که در آنجا آب بسیار بود و مردم می آمدند و تعمید می گرفتند کجا تعمید داد یحیای تعمید در عینون نزدیک سالیم یه رودی بود رود عمیق بود و یحیای تعمید دهنده جایی که با آب کم تعمید بده رو پیشونی انسان ها بپاشه نه این آب باید حتما عمقش زیاد می بود تا تا بتونه قوتور کنه انسانها رو داخل آب آب زیاد بود و مردم هم می اومدند. در منظر عموم بود رودخانه بود همه می اومدند یهیا اونجا تعمید میداد که همه ببینن که این شخص توبه کرد از گناهان و به ایسای مسیح ایمان آورد و به خداوند ایمان آورد ایزان قصه تعمید امروز یاد گرفتیم که ما را نجات نمیده یه نماده نمادی از مرگ دف و رستاخیز ایسای مسیحه موقعی که داخل آب غطبر میشیم نشون میدیم که ما ایمان داریم که عیسی مسیح برای گناهان ما مرد و دف شد موقعی که از آب میایم بیرون میگیم که اعتقاد داریم که عیسی مسیح از مردگان زنده شد و منم نسبت به اون کسی که بودم با اعتقادم مردم و من شدم یه خلقت تازه با ایمان تازه زندگی تازه خلقت تازه شدم و جایی که آب زیاده باید تعمید بگیری باید توی کلیسا تعمید بگیری در جلوی مردم که همه ببینند و شهادت شما رو ببینند و در ایمان شما تشویق بشن تشویق بشن که شما ایمان آوردی یه نفر دیگه به ملکوت خداوند اضافه شد این درس امروز بود بیایید دعا کنیم و با دعا برنامه رو خاتمه بدیم خداوند تو رو شکر میکنم برای عیسی مسیح نجات دهنده ما که خداوند روی صلیب برای گناهان ما مرد تا ما بتونیم با ایمان به عیسی مسیح به وسیله فیض تو نجات پیدا کنیم و خداوند این از اعمال ما نیست از قصد تعمید نیست که ما نجات پیدا می کنیم بلکه کار تو اعمال تو روی صلیب که ما را نجات میده خداوند دعا میکنم کمک کنی که بتونی, بتونیم هممون مطیع تو باشیم مخصوصا اون کسایی که تازه ایمان آوردن به توی خداوند بتونن تعمید بگیرن و نشون بدم که خداوند از تو اطاعت میکنم و مطیع تو هستن همیشه بهشون برکت بده و کمک کن خداوند در ایمانشون رشد پیدا کنن و خادم تو باشن و به دیگران هم راجب تو خداوند بگویند بشارت بدن تا خیلی ها بتونند نجات پیدا کنن خداوند ها. همه دعاها را در نام ایسای خداوند میطلبیم آمین